سلام دوستان به کانال داچ میت سمی خیلی خوش اومدین این ویدیو ادامه ویدیو شماره یک کانکتو ها هست حروف ربط توی این ویدیو میخوایم با هم دیگه یک سری حروف ربط دیگر رو یاد بگیریم که دو تا هابزت دو تا جمله اصلی رو به هم وصل میکنه پس با من همراه باشید <متحد> گفتم حروف ربطی که دو تا جمله اصلی رو به هم وصل میکنه تو ویدیو گذشته دیدیم یک سری حروف ربط رو که دو تا جمله اصلی رو به هم وصل میکنه میدونید توی جمله های اصلی فیل جایگاه دوم جمله میشینه اگر جملهمون دستوری نباشه اگر جملهمون سوالی نباشه توی این ویدیو میخوایم همونطور که گفتم یه سری حروف ربط دیگر رو ببینیم که دو تا جمله اصلی رو به هم وصل میکنه برای توی جمله اصلی دومی فیل جایگاه دوم نمیشینه بلکه میاد جایگاه اول این حروف ربط هستند Deshalb دسویگن darum و trotzdem. این چارتا تا. Deshalb, deswegen, darum میتونن جایگزین هم بشن. هم, با هم به معنی با همدیگه به معنی به این دلیل، به خاطر این. و trotzdem به معنی با وجود این. با هم شروع میکنیم با deshalb, deswegen, darum. مثلا میتونیم بگیم ich habe Hunger من گشنمه من hunga یعنی گشنگی من گشنگی را دارم در واقع من گرسنمه پس ich habe Hunger deshalb esse ich etwas برای این به این دلیل می خورم من یک چیزی را etwas یک چیزی را پس ich habe Hunger deshalb esse ich etwas mit Tour ich habe Hunger darum esse ich etwas ja ich habe Hunger deswegen esse ich etwas Har Tourیم Jo گزی هم کنیم هر ستا به یک manier darum بیشتر آمionetare و, آره ولی معنیشون یکیه یا مثلا اس ریگنت بارون میباره اس ریگنت دسالب بلایب ایخ تو هاوزه به این دلیل برای این به خاطر این من میمونم خونه اس ریگنت ویرگول دسالب بلایب ایخ تو هاوزه میتونستیم بگیم اس ریگنت دارم بلایب ایخ تو هاوزه یا es regnet, um, deswegen bleibe ich zu Hause. Harseta Hamaniye. حالا تراتستیم گفتیم با وجود این و میخوام میخورده مقایسه کنیم این جمله ها رو با هم بر همین با همون دو تا جمله که الان داشتیم براتون با تراتستیم هم مثال میزنم مثلا تو جمله اولیه بود ich habe hunger deshalb esse ich etwas به خاطر این به این دلیل یک چیزی را می خورم. حالا میخوایم بگیم با trotzdem میگییم ich habe Hungergulول trotzdem ich nichts. trotzdem چیکار میکنه؟ الان گفتیم من گشنمه با وجود این هیچ چیزی را نمی خورم. تراتسدم وقتی تو جمله مون میاریم تو جمله دوم میاریم وقتی که جمله اول رو شنونده میشنوه وقتی من میگم من گشنمه هر کسی اینو میشنوه پیش خودش فکر میکنه که حالا من میخوام یه چیزی بخورم دیگه و با تراتسدم یه چیزی به مخاطب گفته میشه که مخاطب رو شک میکنه یا تعجب برانگیزه این دوتا با هم دیگه همخونی ندارن گشنه بودن و نخوردن چیزی پس

اسن فعل دیگه جایگاه اول جمله قرار گرفته میتونیم هم اینجوری ببینیم که اون 5 تا حروف ربطی که توی ویدیو یک یاد گرفتیم جایگاه صفر بودن و جایگاه دو فعل بود و این حروف ربط این چهار تا حروف ربطی که اینجا یاد گرفتیم جایگاه یک جمله رو پر میکنن و باز فیل جایگاه دومه میتونیم اینجوری ببینیم یا اونجوری ببینیم در هر صورت بعد از این حروف ربط یک راست فعلمون میان یک جمله دیگه هم داشتیم که اس regnet deshalb deswegen darum bleibe ich zu Hause بارون میباره برای همین خونه میمونم به این دلیل خونه میمونم الان باید چی بگیم با trotz وقتی من میگم بارون میباره فکر همه میره که خب بارو میباره پس من خونه میمونم پس بدنه یه چیزی بگیم که همخونی با هم نداره اس regnet trotzdem gehe ich raus بارون میباره با وجود این من میرم بیرون یا یعنی اینکه تراتزدم گیه ایش شپازیرن با وجود این میرم قدم بزنم دیدین به همین راحتی الان ما دوباره چهار تا کانکتور یا رویاد گرفتیم چهار تا حروف ربط که دو تا جمله اصلی رو به همدیگه وصل میکنن یادتون باشه قبل از این چهار تا کانکتور قبل از این چهار تا حروف ربط بعد حتما اگر میخواید جمله ها رو بنویسید ویرگول بذارید که خیلی مهمه دوستان اینم بود این ویدیو فکر کنم از لحاظ زمانی همینقدر کافی باشه براتون یک ویدیو دیگه ای هم درست میکنم که داخلش بهتون حروف ربطی رو نشون میدم که جمله های پایه رو به جمله های پیرو وصل میکنن تا ویدیو بعدی خدا نگهدارتون باشه